به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بدان که این سخن قول پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. چون این گویم امشب ز روی وفا در آیین صدق و به کیش صفا که من نیز خاک پی حیدرم بر این زادم و هم بر این بگذرم. در آغاز به حضور یکایک عزیزان حاضر سلام عرض میکنم و جشن بزرگداشت ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو شاد باش میگم. ای خوشین ماه رجب که از خرمی جشنی چنین گشته برپا بهر مولود علی بوتراب. سپاسگزاری میکنم از جناب مهندس علی شیخ الاسلامی و دکتر علی بصیری و سایر بزرگوارانی که امشب منو به این جمع خوب، به این جمع خوبان دعوت کردن. در ایران این مناسبت خجسته رو روز پدر نامگذاری کردم. انتخاب خوبی است. فرصت رو مغتنم میشمارم و روز پدر رو همه پدران بالفعل و بالقوه تبریک میگم، از جمله به دکتر بصیری که گویا منتظر قدوم مبارکی هستند. و همچنین برای همه پدران و پدر بزرگان در گذشته، از جمله پدر و پدر بزرگ خودم، خواستار رحمت و مغفرت واسعه الهی هستم. هر جا و هر وقت سخن از حقیقت و شجاعت و عدالت و خلوص باشه، طبیعی است که برای ما نام علی ادایی میشه و احترام ما به حضرت علی نشانه احترامی است که به این آرمان ها و به این ارزش‌های عالی می‌گذاریم. همه ما در خانواده‌های خودمون فرزند، پدر، برادر، عمو، دایی یا خویشاوندانی داریم و دوستانی رو می‌شناسیم که نام زیبای علی رو دارن یا داشته باشن. این واقعیتی است که آینه‌دار شکل‌گیری ریشه‌ای و جهت‌گیری ریشه‌ای و بنیادین فرهنگ ایرانی ماست. همچنان که فردوسی، حکیم طوسی 1000 سال پیشتر در ابتدای شاهنامه خودش آورده است، همون که من قدری به تصحیف آوردم، اول بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پی حیدرم. و همچنان که جلال الدین محمد بلخی در مثنوی شریف خطاب به حضرت علی امیرالمؤمنین میگوید: راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا، تو بفرما یا امیر المؤمنین، تا بجنبد جان به تندر چون جنین، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی، تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. امشب قرار است بخشی از مثنوی که این 5 بیت اونجا اومده با هم بخونیم، یعنی در واقع مروراً با هم بازخوانی کنیم، چون میدونم بسیاری از دوستان این جمع ای بسا ابیاتی از این بخش رو در حفظ داشته باشند و در وقت معرفی جناب آقای مهندس شیخ الاسلامی دیدم که حاضران در این جمع این توفیق رو دارن که از محضر استاد عالی قدر دکتر سروش درس مثنوی بیاموزن و این فرصت بسیار بسیار پرارزشی است. به گمان من مصداق حدیث پیامبر است که فرمود: ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. هر چه میتونید از دکتر سروش مثنوی بیاموزید. بله، که جای دیگه یافت نمیشود این طورش. بالاخره عرض میکنم، در ضمن اضافه بکنم که من وقتی یادداشتام رو بررسی میکردم دیدم چند ماه پیش در جمع دوستانی راجع به همین بخش مثنوی چیزی گفتم و ممکن است بعضی از عزیزان از طریق زوم در اون جلسه هم بودن. این رو حمل بر اهمیت اخلاص می کنم. قند همان به که مکرر باشد و
سخن از علی و از اخلاص گفتن به امید آموختن در نظر و عمل. یادم هست که مادرم که خدا او رو و همه مادران در گذشته رو در پناه رضوان خودش بگیره و همه مادران حاضر رو شاداب و سرزنده محفوظ بداره و سایه‌شون رو برقرار. بله، مادرم زیر شیشه میز کارش برگه ای گذاشته بود که با خط نستعلیق خوش روش نوشته بود: از علی آموز اخلاص عمل. این معانی همه برای همه ما مستقیم یا غیر مستقیم چکم آشناست. شربتی غیر مکرر ز مکرر قندیست. به هر حال نقل این ماجرا در اواخر دفتر اول مثنوی آمده زیر این عنوان. زیر این عنوان: خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه و انداختن امیر المؤمنین علی شمشیر از دست. در اثنای نبردی حضرت علی حریف رو زمین میزنه، اما پهلوان زمین خورده به او اهانت میکنه. برخلاف انتظار، به خصوص برخلاف انتظار حریف، حضرت علی ناگهان شمشیر رو میاندازه و دست از نبرد میکشه. مولوی این اقدام عجیب رو نمونه از اخلاص علی در عمل معرفی میکنه و میگه: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خدو انداخت یعنی تف کرد، توهین بسیار زشت. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر غذاش کاهلی. گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. در آماده کردن مطلب برای عرضه در این جمع، مهندس شیخ الاسلامی و دکتر بصیری پیشنهاد فرمودند تا پرسش یا پرسش هایی رو مطرح بکنم، مطرح بشه، تا بعد از پایان عرایز من عزیزانی که مایل هستند در گروه یا گروه هایی اون پرسش ها رو به بحث بگذارم. پرسش کلی که من خدمتشون عرضه کردم این بود که در این باره تأمل کنیم و ببینیم که معیار عمل اخلاقی چیست. پیداست که این سوال کلی است، خیلی کلی. در این حال این کلی بودن فضای فراخی رو برای گفتگو و تبادل نظر باز میکنه. اینجا چند نکته رو در ارتباط با عمل امیرالمؤمنین در این قصه ای که مولوی ساخته است در اون هنگامه جنگ تن به تن مطرح میکنم که شاید به تفکر درباره اون پرسش کمک بکنه. برای همه ما عمل امیرالمؤمنین نه فقط اخلاقی است، بلکه سرمشق اخلاق است و شایسته است ببینیم اون عمل اگر از منظر نظریه‌های اخلاقی معاصر نگریسته بشه چطور عملی است. آیا در چارچوب اون نظریه‌ها می‌گنجه یا نظریه دیگری برای اخلاق مورد نظر مولوی و در شناخت ما شاید در عمل اخلاقی امیرالمؤمنین مورد نظر بوده است. معمول این هست که نظریه‌های اخلاقی رو دست کم از دو جهت دستبندی میکنن. یک جهت اون است که بررسی بشه کدوم نظریه‌های اخلاقی جهان شمول یا مطلق است، به اصطلاح یونیورسال یا ابسولوت است، و در مقابل کدوم نظریه‌ها نسبی یا نسبی گرا است، به اصطلاح رلاتیویست است. جهت دیگر اون است که ببینن هر نظریه اخلاقی در کدام یک از سه تقسیم بندی تکلیف محور، آیتگرا یا فضیلت محور، فضائل محور قرار میگیره. به انگلیسی دیانتولوژیکو، تیلیولوژیکو یا ویرچو بیست. رویکردهای دیگر هم به نظریه‌های اخلاقی داریم، فقط این سه تا و اون دو تا نیست. به خصوص رویکرد شایسته توجهی که با عنوان رویکرد یا نظریه رشد شناختاری اخلاق
شناخته میشه. Cognitive Moral Development Approach، های وقتا CMD Approach. معرفی هرچند مختصر اینها زمان میبره و در چارچوب 40 دقیقه 30-40 دقیقه که امشب قرار من صحبت کنم نمی گنجه. فقط دو سه نکته میارم و امیدوارم این مقدمه‌ای باشه برای بحث و گفتگویی که عزیزان بعد از این جلسه خواهند داشت، به خصوص آوردن مثال و نمونه های مشخص در پیشبرد گفتگو لازم خواهد بود و من توصیه میکنم که به مثال های خاص توجه بفرمایید. خلاصه بگم که دستبندی اولی نظریه های اخلاقی معطوف به این پرسشه که اصول اخلاقی آیا همه جا و همه وقت معتبر و دنبال کردنی است یا بسته به مقتضیات زمان و مکان و به اصطلاح در نسبت با وضعیت یا شرایط موجود دائره شمول اونها فرق میکنه و عوض میشه. دستبندی دوم در پی اون است که روشن کنه در اخلاق آیا عمل به احکام یا دستورهای اخلاقی رو باید مبنا قرار داد یا توجه به نتیجه اعمال رو. مثلا آیا برای رسیدن به نتیجه خوب می توان دستوری از دستورهای اخلاقی رو زیر پا گذاشت یا نه. دیگر اینکه اگر انسان اخلاقی کسی باشد که فضیلت‌های اخلاقی داشته باشه باید پرسید که منبع و معنی فضیلت‌های اخلاقی چیست؟ فضیلت‌های اخلاقی از کجا میاد؟ آیا فضیلت‌های اخلاقی به اونطوری که قبلا میگفتن یک جور اعتدال بین دو حد افراطی است یا اینکه چیز دیگری است؟ به هر حال همه اینها پرسش‌های بسیار دیرپا و ریشه‌داری در سیر و سرگذشت اندیشه و عمل بوده و همچنان هم هست. هر کدام از پاسخ‌های ممکنی که به اونها داده شده طرفدارانی داره و میتونیم به تفصیل درباره هر کدوم صحبت کنیم، اما قصد اصلی من اینجا امشب جلب توجه به صورت مسئله است و صورت مسئله این است که معیار عمل اخلاقی چیست. ما عزیزانی که در این جمع هستند مبنای عمل اخلاقی رو مثلا دنبال کردن دستورهای اخلاقی میدانند یا نکته دیگری است. حالا درباره قصه اخلاص علی، از علی آموز اخلاص عمل و اون چه مولوی در تأملات خودش راجع به اخلاص، راجع به عمل امیرالمومنین در برابر توهین شخصی اون حریف آورده است. مولوی در بیان داستان پرسش هایی رو از قول پهلوان زمین خورده بیان میکنه و این شیوه اوست که سخنان شاخص و پرمعنا رو از زبان شخصیت‌های روایی بیان میکنه. به درستی هم مشخص نیست به طور کلی که نظر خود مولوی کدام است و کجا مولوی داره صحبت میکنه و کجا حرفی رو در واقع از جانب کس دیگری میگه. خیلی ها در واقع زبان حال خود مولوی است چنانکه خواهیم دید. اما در اینجا اول از زبان اون حریف زمین خورده خطاب به علی میگوید که گفت بر من تیغ تیز افراشتی، چه افکندی مرا بگداشتی، آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سست در اشکار من، یعنی شکار، آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست. جواب علی ابن ابی طالب این بود: خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بسته ام زیر لگام، زان که من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. و معنی اخلاص همینجاست، مبنا غیر از اخلاق نتیجه گرای محاسبه گرایانه است. مبنای عمل اخلاقی محاسبه نتیجه گرایی و همچنان که خواهیم دید پیروی از دستورالعمل ها هم نیست. فعل خالص، اخلاص عمل هم نشانه کمال دین و اخلاص در ایمانه و هم نتیجه
کمال دین و اخلاص در ایمان هست. و همونطور که همه حاضران در این جمع میدانند، اخلاص مفهوم قرآنی است و شایسته است یکی دو آیه قرآن رو، چند آیه قرآن رو تبرکن و تیمونن در این شب جشن 13 رجب با هم بخونیم. در این بار در خوانیم که در قرآن الا لله دین الخالص، آن که دین خدای راست، دین خالص خدای راست، الا لله دین الخالص. و در همین سوره قدری جلوتر در سوره زمر آمده است که بگو که فرمان یافتم خدا را بپرستم و دینم را برای او پاک و پیراسته سازم. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، مخلصا له الدین، برای خداوند دین خالص داشته باشم. و متناسب این آیه است که خوندیم، علی گفت فعل من بر دین من باشد گوا، خالص برای او، مخلصا له. فراتر از این هم میره و استشهاد به قرآن میکنه در اونجا که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینجا از زبان علی میگوید که علی میگه من ما رمیتم، من از رمیتم، من ما رمیت از رمیتم در هراء، من ما رمیت از رمیت هستم، خود او هم، تجسم او هم، من چو تیغم وان زننده آفتاب، سایه ایم کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. با چنین روشنبینی و پشتگرمی به آفتاب، علی میگوید غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب، کهنیم کوهم ز حلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید بند باد، کوهم و هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم یاد اوست. اهل ایمان مخلصانه چنینند که به حق اتکا می کنند، هستی و بنیادشون حق است. اگر از چیزی بلرزند و تکان بخورند، از یاد چنان که در قرآن می خوانیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمنانن که چون یاد خدا به میان آید دلهاشان لرزان شد و چون آیات او را بر ایشان بخوانند بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگارشان توکل کنند. این است که از زبان علی می آورد جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من، رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. خلاصه می گوید این شد که وقتی شائبه خود بینی یا احتمال ناخالصی در انگیزه و عمل پیش آمد، تیغ رو انداختم. در آمد علتی اندر غذا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. او که اهل اخلاص نباشد و از اخلاص محروم بماند، همه کوشش هاش پراکنده و باد هواست. باز به تعبیر قرآن، ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره لليسرى. راستی کوشش شما پراکنده است بلکه باد هواست. یه خورده در ترجمه آزادانه رفتار کردم. حال آنکه کسی که اهل بخشش و تقوا باشد و تصدیق به نکوکاری کند، زودا که راهش را به سوی آسانی هموار کند. گمان میکنم اینجا مولوی حدیثی از پیامبر رو در نظر داشته و مضمونش رو از زبان علی علیه السلام آورده است. حدیث این است: هر که حب و بغض و بخشش و امساکش خالصاً برای خدا باشد، ایمانش به کمال میرسد یا رسیده است. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله
فقد استکمل الایمان. این رو من پیش خودم بهش میگم حدیث اخلاص. و این است که با گرفتن از مضمون او مولوی از زبان عری میگوید چون در آمد علتی اندر قضا تیغ را دیدم نهان کردن سزا تا احب لله آید نام من تا که ابغض لله آید کام من تا که اعطا لله آید جود من تا که امسک لله آید بود من بخل من لله عطا لله و بس جمله لله هم نیم من آن کس آنچه لله می کنم تقلید نیست نیست تخییر و گمان جز دید نیست. این است که عرض کردم جلوتر از جنس پیروی از دستورگان نیست. اخلاق اخلاص و اخلاص در عمل فراتر از دنبال کردن دستورالعمل هاست. متکی به فراست و نگریستن به نور حق است. بنیاناً از تقلید فراتر است، نه فقط از تقلید، از تقلید فراتر است، از اجتهاد هم فراتر است. این است که در بیت بعد میگه ز اجتهاد و از تحری رستم. پس چه کار کردم؟ آستین بر دامن حق بستم. توجه میفرمایید. وانچه لله میکنم تقلید نیست، نیست تخیل و گمان جز دید نیست. ز اجتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامن حق بستم. به اینجا که میرسه مولوی درنگ میکنه و ادامه نمیده. همینقدر میگه که بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجایی هم در جوی نیست. شکر. پس من یه نکته هم راجع به اخلاص اضافه بکنم، یه نکته قرآنی قبل از این که به آخر قصه مثنوی برسیم، و اون هم میدانم که برای اغلب و شاید همه حاضران در جمع آشنا باشه، و اون تفکیک میان مخلص به کسر لام و مخلص به فتح لام هست. در قرآن هم از مخلصین یاد شده هم از مخلصین، و اهل تفسیر در تفسیر و تمایز در تفکیک و تمایز میان این دو تأکید کردند. قبلا خوندیم که قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، مخلصا له الدین، یا جای دیگه گفته است که و نحن له مخلصون، یا جای دیگه در قرآن مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، درسته؟ یا اینا میدونم که آشناست، برای همین کل آیات رو نمیخونم، فقط قسمت هایش رو ذکر میکنم. هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. این آیه رو کامل خوندم. اوست زنده که خدایی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او پاک و پیراسته می دارید. خداوند سپاس خداوند را که پروردگار جهانیان است. در تفسیر گفتند دین را از شرک و ریا پاک و پیراسته داشتن مقتضای اخلاص و مخلص بودن است. اما گاه واژه به صورت مخلص آمده، مثلا در سوره مریم در وصف موسی میگوید که موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. موسی را یاد کن که اخلاص یافته و فرستاده ای از و فرستاده ای پیامبر بود. استاد خرمشاهی در ترجمه خودشون از قرآن مخلص رو اخلاص یافته ترجمه کردند، و ترجمه‌ای که من آوردم به صورتی که آوردم از آقای خرمشاهی است. امیدوارم سلامت باشن، مدتی به بیماری کرونا دچار بودند، و دعا میکنم و دعا میکنیم که انشاءالله خوب باشه. زمخشری هم که در برتری تفسیر بلاغیش خلاف نیست، همینطور گفته است که یه مخلص به کسر داریم و یه مخلص به فتح، و مخلص کسی است که خداوند او رو خالص کرده است. نمونه های دیگر هم هست که و جاهای دیگه عباد الله المخلصین چندین بار در قرآن آمده است، و اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو پاک و پیراسته کرده است. و در معنی کردن اخلاص عمل توجه مولوی به هر دو معنی و تأکید ویژش بر مخلص بودن علی علیه السلام است. باری مولوی قصه رو اینطور تمام میکنه، اینطور در آخر قصه رو میپیچونه و به سمت دیگری میبره. این قصه مستند به اصطلاح تاریخی نداره، یکی دو جا هست که البته
مجاهدت امیرالمومنین در جنگ ها سرنوشت ساز بوده و در خبرها هم آوردند. مثلا یکیش که وقتی امیرالمومنین ضربتی زد، احیانا یک پهلوان رشد اندامی رو به زمین زد، گفتند که اون ضربت علی در اون روز از عبادت ثقلین بهتر است، یا جای دیگه گفته شده است که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، هیچ جوانی هیچ جوانمردی مثل علی نیست و هیچ شمشیری مثل ذوالفقار. باری این قصه که مولوی به این صورت آورده است، یک صورتی شبیه این در احیاء العلوم غزالی هست درباره کسی دیگری غیر از امیرالمومنین که خب پیداست اون هم تاریخی نیست، و نقل مولوی رو هم بعداً در بله اون کسی که در هند دارای خمسه هست، شبیه خمسه نظامی، بله امیر خسرو به دهلوی همین قصه شبیه مولوی گفته است و جالبه که در ظرف یک نسل از قونیه به دهلی رسیده بوده است. بله حالا این قصه اینطوری که مولوی تمامش هم میکنه تاریخی نیست و اینطور میگه که حضرت علی دست حریف زمین خورده رو میگیره و به او مژده میده که فضل خدا دستگیر او شده و جونش رو آزاد کرده است. اندرآ کازاد کردت فضل حق، دان که رحمت داشت بر خشمش سبق. این هم یک حدیث قدسی دیگر در مثنوی که در حدیث قدسی آمده است که سبقت رحمتی غضبی، حق گفته است که رحمت او بر خشم او پیشی میگیرد. پس زان که رحمت داشت بر خشمش سبق، اندر آ اکنون که رستی از خطر. سنگ بودی کیمیا کردت گوهر، سنگ بودی کیمیا کردت گوهر. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکفت به سروستان هو. خوشا زمین خورده ای که علی دستش رو بگیره و اینطور در رحمت روی او باز کند. او گفت علی اندر آ من در گشادم مر تو را، تف زدی و تحفه دادم مر تو را. از علی آموز اخلاص عمل، دعوت به حق بینی و اتکاء به حق و عبور از خود بینی است. نتیجه اونچنان اخلاصی هم این است که رحمت حق در این قصه به دست علی جاری میشه و در آینه وجود او میتابه. در بیان قصه ابیات دیگری هم هست که من میخونم و عرضم رو به اونها به اتمام میرسونم و اونجاییست که یک مخاطبه است بین مولوی با امیرالمومنین، یعنی مولوی علی رو مورد خطاب قرار میده، چون این روح‌های بزرگ همدیگر رو میشناسند و وقتی هم با هم صحبت میکنند به اقتضای ادب صحبت میکنند. وقتی مولوی درباره پیامبر صحبت میکنه با تواضع صحبت میکنه و درباره علی هم که صحبت میکنه همچنین. و اینجا اند بیت رو از این قصه میخونم که علی میگوید راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تو بفرما یا امیر المؤمنین، تا بجنبد جان به تن در چون جنین. بازگو ای باز پر رفراخته، با شه و با ساعدش آموخته. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان. یا تو واگو آن چه عقلت یافت است، یا بگویم آن چه بر من تافت است. تو چه دیدی که مرا زان عکس دید، بر دل و جان شعله ای آمد پدید. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشاری نور چون مه بی زبان. از بله می فشانی نور چون مه بی زبان. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، شب روان را زودتر آرد. و بله ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد،
آب علمت خاک ما را پاک کرد. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. آفتاب حلم خود شخص پیامبر است. باز باشه باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن. آمین به شعر مولوی میگم و عرض خودم رو با آیه قرآن تمام میکنم که سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خیلی متشکرم از صبر و توجه. با تشکر از شما آقای دکتر کمالی. ما یه چند دقیقه روز، یعنی شما میتونستین صحبتون رو ادامه بدید. فقط من حالا چون هست یه سوالی از شما میکنم، شاید مفید باشه. واقعا شما با اون توریه های و نظریه هایی که دادید در مورد معیار اخلاقی که در جهان وجود داره، آیا یعنی فکر نمی کنید که امروزه با این مشکلاتی که ما میبینیم، حالا مشکلات حالا محیط زیست و کپیتالیزم و نمیدارم اسراف، واقعا یک معیار شخص مثل حضرت علی علیه السلام با این معیار اخلاقی که شما توصیف کردید، این حالا یه حالت ورچوئس هست، این جاش خالی نیست یا میتونه یک خلایی رو پر بکنه؟ این شما چگونه میبینید برای انسان مدرن؟ بله، منم با شما کاملا موافقم که جای همچین چیزی خالی است و امشب هم برای همین در این موضوع صحبت کردیم دیگه، چون موضوعهای متعددی میشه صحبت کرد. اما این نیاز اخلاقی به مبنایی که غیر از مبنای محاسبه گرایانه، به معنای حد اکثر کننده است. حالا امیدوارم که در جلسه‌ای که دوستان بحث میکنن این مطرح بشه. یک دسته از نظریه های اخلاقی همطور که عرض کردم مشهور است به نظریه های نتیجه گرا، به کانسکوئنشلیست، اونایی که توجه به نتیجه میکنه. هم مطلبی که مربوط به کار شما هم هست، چون میدونم شما در فرمودی در حوزه آب و انوایرمنت تحقیق میفرمایید و کارتون این هست. خب کار میکنن همیشه این است که ما یک بهره ای رو بالا ببریم. اخلاق رو به معنای به حد اکثر رسوندن یک بهره ای میبرن. درسته در کار شما هم اینطوری است که درسته در علوم پزشکی هم همینطور است. مثلا وقتی میخوان واکسن بزنن، همین الان که ما با واکسن کرونا روبرو هستیم، چطور تقسیم میکنن؟ بیشترین واکسن به بیشترین افراد برسه. و در این قضیه بیشترین گاهی وقتا میبینیم توجه به مناطق محروم نمیشه. تو خود مسئله زیست محیطی همینطور است. برای اینکه یک بهره های را افزونتر بکنن، بهره های شرکت های افزونتر بشه، یهو میبینیم که آب یک شهری مثل فلینت مدت ها آلوده است. اینجا پیداست که یک خلأ اخلاقی هست، چون به لحاظ تکنولوژی مسئله قابل حله، بلکه اخلاص در عمل غایبه. حالا یا اخلاص عمل به این درجه عالی که واقعا تقلید از اون مشکل است، چون هر کسی که یعنی علی امیرالمومنین یک اسوه است که دست یافتنی نیست، اما یک آرمانی رو مطرح میکنه و معرفی میکنه که میگه به این جهت بیایید، در وقت در تصمیم گیری اخلاقی اخلاص رو مبنا قرار بدید، نه حد اکثر کردن بهره مثلا. و این به گمانم جای خیلی بحث داره و خیال منم این است، در یک کلاسی هم که درباره اخلاق درس میدادم سعی میکردم از دانشجوها بپرسم که چطور میشه مسئله اخلاص رو وارد نظریه پردازی اخلاقی کرد. آیا میشه؟ چطور میشه؟ از چه راهی باید وارد بشیم که اخلاص هم یک به اصطلاح پارامتری باشه در سنجش های اخلاقی ما؟ با تشکر از شما، خیلی ممنون از صحبتاتون.